هی وای دوستای نازنین، مادر و دختر سعی کنین که چه قصه هایی داره با هم. آخ سعی کنین دوستا، همین گله که ما را سعی کنین. الینا یک سلام کدیم بینیم. همین عشق ما را سعی کنین دوستای عزیز. بله دوستای نازنین، سلام علیکم، وقت همه تان بخیر. خوب هستین؟ جان تان جور است؟ بخیر هستین؟ امیدوار هستم که حال شما مثل حال ما خوبی خوب باشه. عزیزا، مادر الینا جان رو میبینین و همراه الینا جان که به نظرم اینی یک بار بستره رو بسته که در کلون جای روان هسته. فاتی جان، سلام علیکم. سلام به محمد رضایم، به تمام بینندای عزیز که ما رو میبینم. دیگه عزیزا، امیدوار هستم که حالتان خوب باشه، خوشحال باشین. بار بستره رو بسته کردیم به این خاطر که امروز لنا جان وقت دکتر داره. خوب ای اولین باره که بعد از مرخصی از شفاخانه میریم دکتر دیگه. نه بعد از 3-4 روز میشه. آره دوستای عزیز، بعد از 3-4 روز بخیر میریم پیش دکتر. الینای خوشگل خود میبریم، الینای نفس خود میبریم. امروز برای که ماینه شده که البته مشکل خاص خود نداره، خوب بازم دکتر میخواییم مطمئن شده که خدر مادرش خوب نگاهش کرده. گرچند دوست عزیز، ما و فاتی جان واقعا بی تجربه هستیم، واقعا بی تجربه هستیم. و جالب اینجاست که ما خودیم شخصا بین کوچکترین فرزند خانواده ما منصور جان بود که منصور چند روز پیش دو ماه پیش خودش پدر شد. نه این از او بار دیگه ما طفل نداشتیم که مادر امون رو چه رقم تا و بالا میکرد، چه رقم همه خلاصه بسته میکرد، چه رقم غذا میداد، چه رقم شیر میداد. تمامی چیزا ما خدایی یادم نبود و دیگه کم و کاستی هست دیگه، خلاصه بی تجربگی هست. به هر حالش خیلی تلاش میکنیم که هیچ چیزی کم نگذاریم و حال الینا جان خوب باشه. خوشبختانه دمی چند روز حالش چی رقم بوده؟ حالش خیلی خوبی خوب بوده. آره دیگه فاتی جان بخیر، الینا جان رو بسته کنیم میریم دکتر. از رو از دکترم میپرسیم که چطور از چی کم بود داره و شما هم لطفا تمام تجربیات تانه با ما بینویسیم. حدا مرد از اینی بسته بایک بودویم چی میبریم کت خودم. چی گرفتم برش؟ پمپر گرفتم، میگان دستمال، شیر دهش گرفتم، چون اگه تال بخوریم بازش تو که دیگه گوش نمیشه. چقدر مادر قشنگ شدی تو. بسته یک چیز دیگه دوستا گفتم سرخ بسته کنم، بگفتشون عمل کردم سر بسته کنم. سر بسته کنم دیگه، لباس گرم بپوش. لباس آستیندار گفته بود بپوشه، جراب بپوش، اینا رو کردم دیگه. خب لباس گرم دیگه نداری؟ از این گرمتر حالا خو هوا هم خیلی گرمه، ولی این آستیندار بود دیگه میرم. خب آره، خب دیگه عزیزا دیگه ما آماده هستیم. خب بیا که الینا جان رو بسته کنیم در مابین چوکیش. دوستا فاتی میگه دمپایی مرا نگیر، ما میگه مرا تو میخوای گرم نگاه کنی خدا چی فرق میکنه. آره چون فرش زیاد دبل نیست که تو میگه دمپایی هم بپشم دخونه. چون چی در رطوبت داره خانه امریکا. بیا بیر بشانیم که بقرار شد. او چشم خمار شکار کردی تو مرا، بدنم زده یه دیار کردی تو مرا. گفتم که به یک بارگی دل از تو کنم، صد بار به غم دوچار کردی تو مرا. صد بار به غم دوچار کردی تو مرا.
هستی فاتی جان؟ هستم ها. خب چی حال دارین؟ خوبی ملانا خواه رفتم. خب دیگه ما همینجا پلش هستم. آره دیگر دوستای عزیز به نظر ممی چند ماه اول دیگه خیلی یک دوره اساسه نه؟ خیلی از یک طرف باز خیلی خورده سایزش خورده. آره دستش بگیری خواهش میره ریزه واقعا که دیگه یک آدم نمیفهمم مثلا این بیچاره دیگه اگه جانش درد کنم گفتنه میتونه فقط میتونه گریه کنه نه؟ اگه گوش نباشم فقط میتونه گریه کنه تا یک سالگی تا دو سالگی و زمان باز هر مشکلی که داشته باش خودش میگه کشی که همین درد میکنه یا گوش نشدوم ها؟ آره حالا دوستا سختی داره دیگه اولاد داری سخته انشالله که بتانی پدر مادر خوب برای ایلنا باشه. آره از پسش بر بیاییم و بهترین خدمت برای ایلنا جان کنیم. دوستا اگه یادتون باشه ما و فاطمه جان یک زمان به این باور بودیم که آوردن اولاد در این شرایط در این شرایط بخصوص در افغانستان که بودیم نه؟ آره شرایط افغانستان واقعا سخت بود برای ما و می گفتیم اگر بیای دوچار صد رقم مشکل دوچار صد رقم کمبوتی نه؟ آره این حال خدا رو شکر که آمدنش بر ما لذت بخش شده، آمدنش بر ما یک امید شده یک پر از انگیزه و پر از شوق و پر از عشقی تازه که هنوز تجربه ایج نکده بودیم نه؟ آره ولی مسئولیت بسیار کلان است به این خاطر که امی اولادا پدر مادر بابت زحمتی که میکشه راجی به اولاد دیگه حق مهنت نداره نه؟ که حالا ما تور کلان کردیم، حالا ما تور جنجال تکشیدیم، ما فلان کردیم خب اولاد بیچاره خب از پدر مادر اجازه نمیگیره که پدر مادر لطفاً ما رو به دنیا بیار نه؟ خب پس این پدر مادر را که انتخاب میکنه که اولادش بیاید یا اولاددار شود وقتی که این انتخاب تو میکنی پس زحمتش دیگه مسئولیت مسلمی تیه نه؟ باید مسئولیت بگیری، باید زحمت بکشی، باید خلاصه کمبود برش نگذاری و از این روز به بعد هم دیگه ما و فاطمه جان تمام تلاش خود میکنیم که برای ایلنا جان بهترین خدمات و بهترین امکانات بهترین نوع تربیت برش بگذاریم وقت برش بگذاریم از همه چی مهمتر وقت نه؟ وقت است. میگه وشتوگ هم افسردگی میگیره شین نبودی؟ از اشتوکار راستش نه این می تفلا افسردگی میگیره میگه به این خاطر اگر توجه نشه آره اگر توجه برش نشه اگر او احساس کنه که پدر مادرم هیچ حسی نسبت به ما نداره هیچ عشقی نسبت به ما نداره او زمان دیگه هم سرخورده میشه نه؟ محمد رضا هم زمان دوری بارداری نه؟ آره که تو سر کار میرفتی من از راستی احساس کم بود محبت میکردم 100% دیگه 8 ساعت کامل من سر کار بودم نبودم آره یک خانم باردار واقعا خوب چارم نیست در این ملگاه دیگه دوستای عزیز آدم باید کار کنه باید سر کار بره چاره نیست اما خدایی دوره بارداری خانوما نیاز داره نیاز به مراقبت خیلی زیاد داره و بعد دوره بعد از زایمان دیگه دوره خیلی سختیه نه برای حتی برای طفل و برای مادر برای هر دو آره دیگه عزیزا شفخانه کس در داون تاون هست و جایی که ایلنا جان به دنیا آمده همون نزدیکای ازو امروز اپاینمنت گرفتیم و میریم بخیر و زندگی نمی رقم جریان داره عزیزان ما شنیده بودم که برای پدرها اولاد لحظه حس میشه لحظه شیرین میشه که به دنیا بیاید یعنی با آغوش بگیردم واقعا هم امو رقم بود دوستای عزیز البته دوره بارداری برای مادرها بیشتر احساس میشم اما بعد که به دنیا میاد دیگه وقتی پدر دخترک خود با آغوش میگیره و زمان دیگه برای پدر بسیار شیرین میشه و هر روز شیرین تر شده میره هر روز که یک ذره تغییر می آید آدم متوجهش میشه اول تازه که طفل به دنیا می آید خب از لحاظ ظاهری خب بیچاره کبودی ولادت در تنش پیدا است
اما وقتی روزا میگذره، وقتی هفته میگذره، و زمان دیگه بسیار شیرین میشه برای پدر، برای مادر. دیگه ما هر لحظه ایلینا متوجه هستیم چی شد، سرفه کرد، شیر خورد، نخورد، تشنه هست، گشنه هست. دکتر چی گفت فاتی جان؟ دکتر وزنش کرد، حدش هم دو ساعت رفت، دیگه دمای بدن چه سر کرد، تب شد. اونال اینجا گفت منتظر باشیم، بازم کاراش مانده دیگه، ماینه کدن هایشان مانده. اینه دوستای عزیز بعد شیر خوردن نمیتون حقق میشه، ما حقق میگنم فهم چی میگه دیگه، دیگه دوستان شوز دکتر هم سوال کنم باز آروغش میکرد بگیره؟ دوستان داشته بود آروغش باید بگیره نه؟ آره دکتر ماینه کرد دوستان عزیز دیگه وزنش هم شکر کم تغییر کرده، قدش هم کمی تغییر کرده، تغییر میکنه دیگه دیست این نوزاد دال روشت. خب فاتی جان خلاص شده؟ خلاص دکتر آمد بعضی ماینات دیگه هم کرد مثل ضربان قلبشو دیگه امی وقتی به دنیا آمده بعضی نشانه در کبودیش مانده او را در پیش خودم در سیستم ثبت کرد گفت که یعنی این مربوط شما نمیشه که یک وقت کسی دید یک زمان همین ایلنای خود را نزده باشه آره اونا را ثبت کرد دیگه خلاص برای یک ماه بعد باز گفت باز بیاییم آره بریم بخیر خوب عزیزای دل، عزیزای جان، اینا ما رفتیم، پس برگشتیم به خانه خود. مرا میبینین، فاتی جان را میبینین، و ایلنا جان کی؟ خواست. خب فاتی جان. این حالی امی دکتر گفت که مادر خوب هستی یا نه؟ گفت مادر خوب هستی نه؟ آره. خب. چی ها گفت، چی توصیه هایی کرد، چی کمبوتی هایی بود، چی مشکلات بود در مورد وزنش و قدش و دیگه چیزای شکسی کرد مثلا دمای بدنش و اینا گفت که گفت شما پدر مادر خیلی خوبی هستین خوب ازش مراقبت کردین دیگه توصیه کرد در مورد شیرش که در طول 24 ساعت چقدر شیر بدین دیگه یک ماه بعد دیگه گفت باز بیارین و گفت که اگه در جریان ما اگه کدام مشکلی بود باز پس نما زنگ بزنین ما اینجا بخش امرجنسی داریم که انشالله نیاز نمیشه دو دیگه بعضی کاغذ ها و فرما بوده که اونا را پر کردیم دیگه رفتیم آمدیم آره دم یک هفته عزیزا رشد قدش رشد وزنش کاملا نرمال عالی بود و دکتر گفتن که بسیار خوب پیش رفتیم ما امروش صحبت کردیم که ما بسیار بی تجربه هستیم دکتر سید اولاد اول ماست بی بی اول ماست و نمی فهم اما خیلی متوجه هستیم دیگه همین که قیش هم میکنه ما فاطمه جان آماده چی شده؟ چی شد؟ چی کم بوده؟ دیگه خوب تا حال خوب پیش رفتیم انشالله که از این بادم پدر مادر خوبتر شویم و هیچ مشکلی هیچ درد ایلنا جان نبینه گرشن دستان امی فکر میکنم که ماهای اول خیلی سخته چون تا به حال فقط ایلنا یک هفته شده یک هفته و یک هفته خیلی سخته فاطمه میگه خیلی ریزه یعنی خیلی چکنه چکنه همانگه تاوبال چه بسیار سخته کلانتر شد خب بهتره آدم خودشو میگره خمده آدم نشان میده که چی مشکل داره جایش درد میکنه ولی دهی آله ایچ آدم نیفهمه بخصوص که دفعه اول آدم هم است اگه آدم یک دو سه دانه میداشت خب با
تجربه خواه مخواره خیر نو دادنم داشته باشیم خوبه؟ نه دوازده تا که یک سیتی کامل شد تیم فوتبال یازده نفر یازده تا نیمه تو یک تیم تنس جر کامل شده تنس دو نفره سی نفره دو نفره من تو یک داور یک دانه داور آره خب جور باشین عزیزا سلامت باشین زندگیتان با میشادابی همی گلها به تازگی و خوشبویی همی گلها دیگه زندگی رضا و فاطمه خوش میگذره خوب میگذره با این که خیلی تنها هستیم اینجا با این که خیلی فامیلا دور است اما با هم تلاش میکنیم که مو کمبودی ها و خالگی ها را به هر نفع خودمو پر کنیم ما و فاطی جان نه ما سه نفر شما عزیزا را همیشه با ما را دوست داریم